سلام، خوش آمدید. او دو بار پی در پی در انتخابات ریاست جمهوری با بالای 20 میلیون رای بدون مناقشه برنده انتخابات شد. پتر معنوی اصلاحات ایران لقب گرفت. یک عبارت تکرار می‌کنیم او کافی بود که بخش‌های گسترده از کسانی که در پی انتخابات پرحاشیه 88 از انتخابات رویگردان بودند به نامزد مورد تایید او رای بدهند و رئیس جمهوریش کنند. محمد خاتمی بعد از ماه‌ها سکوت یکی دو روز پیش در بنیاد باران سخنرانی مجازی کرده و درباره ناامیدی و ایجاد چرخه خشونت در پیان هشدار داده. صحبت از چرخه خشونت در کلام او به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید او شروع خشونت را از طرف مردم معترض می‌داند، نه از طرف حکومت. حرفی که با انتقادات زیادی هم مواجه شد. او 4 سال پیش هم طرح آشتی ملی را مطرح کرده بود که خود آقای خامنه‌ای با آن واکنششان داد و ردش کرد. سخنرانی او بعد از مدت‌ها در دوره‌ای که بسیاری باور دارند جامعه به یک بن‌بست سیاسی و اقتصادی رسیده با کمترین توجه روبرو شد. چرا؟ آیا آنطور که مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند اصلاحات مرده و امیدی به اصلاح این حکومت نیست؟ یا محمد خاتمی جایگاهش را از دست داده؟ اگر چنین است چطور است که هنوز در رادیو تلویزیون حکومتی و روزنامه‌ها اجازه پخش تصویر و صحبت‌های او داده نمی‌شود؟ اگر اصلاحات جایگاه سابق را ندارد چه جایگزینی برای آن هست؟ در برنامه امروز 3 میهمان داریم از طیف‌های مختلف. مهدی گلرو، فعال سیاسی و مدنی از استانبول ترکیه با ماست. خانم گلرو در انتخابات سال 88 از کنشگران دانشجویی فعال در ستاد انتخاباتی آقای کروبی بود و به زندان افتاد. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب از مشهد با ماست. آقای جوادی حصار هم بعد از انتخابات سال 88 به زندان رفتند. کاوه آهنگری، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از بروکسل با ماست. آقای آهنگری، مخالف همه طیف‌های سیاسی حاضر در نظام جمهوری اسلامی هستند، از جمله اصلاح طلبان. من می‌خوام اول نظر هر سه شما رو ضمن خوش آمد در مورد این سخنرانی اخیر آقای خاتمی بشنوم، خیلی کوتاه اگه ممکنه. البته خانم گلرو، از شما شروع می‌کنم. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیزتون. سخنرانی آقای خاتمی بعد از حدود یک سال سکوت، در واقع حدود یک ساعت بود و این یک ساعت بیش از نیمیش اختصاص پیدا کرد به یک منبر مذهبی که خب آقای خاتمی همونطوری که میبینیم آقای روحانی در دولت روزخونی میکنن، آقای خاتمی هم به نظر میاد همین کارو کردن. از حدود 59 دقیقه دقیقا سخنرانی آقای خاتمی، بیش از 30 دقیقه در مورد تاریخ اسلام صحبت میشه و در مورد ماه رمضان. این رو من اصلا یک سخنرانی سیاسی نمیبینم، به خاطر اینکه توش اشاره خاصی هم به مسائل سیاسی نمیشه. نکته دوم اینه که هیچ اشاره مستقیمی به مسئله خاصی نمیخوام. همینجا ازتون بپرسم، این اشاره‌ای که به امام حسن میکنند آقای خاتمی رو خیلی ها ربط میدن به اون توییتی که بازنشر شده در توییتر آقای خامنه‌ای و بحث امام حسن، و امام حسن هم در کلن دیسکورس سیاسی ایران ربط داده میشه به هر نوع صلح یا گفتگویی. این رو مرتبط نمیبینید؟ ممکنه که ایشون با این، در واقع نزدیکان با آقای خاتمی هم معتقد هستن که ایشون اشاره کرده، حتی به اشاره کرده به خودش به عنوان امام دوم شیعیان که مظلوم بوده و معاویه به عنوان کسی که اسلام داشته اما اسلامش متفاوت بوده، و سعی میکنه توی این سخنرانی بگه که حکومت ها ممکنه که مدعی اسلام باشن اما اسلام رو به طور واقعی رعایت نکنن. خیلی از طرفدارای آقای خاتمی میگن که این یک نوع موضع‌گیری بوده در قبال شرایط موجود، اما بعد از 22 سال از ریاست جمهوری آقای خاتمی آیا انتظار میره که یک فرد سیاسی چنین موضع‌گیری بکنه و صرفا در حد کنایه ها و گوشه های زدن به حکومت انتقاد بکنه ازش؟ من فکر میکنم که آقای خاتمی با توجه به سکوت یک سال اخیرشون در مهمترین بحران هایی که در طی 40 سال اخیر، آبان 98 میتونه مهمترین بحران جمهوری اسلامی باشه در طی 40 سال اخیر، و سقوط هواپیمای اوکراینی میتونه یکی دیگه از مهمترین اتفاقها باشه در تاریخ معاصر ایران، اما در مورد هر دو اینا آقای خاتمی سکوت میکنه. به خاطر همین من معتقدم آقای خاتمی نه تنها رهبری سیاسی جریانی رو دیگه به عهده ندارن، بلکه شخصیت سیاسی هم محسوب نمیشن، چون در مورد مهمترین بحران ها وقتی سکوت میکنید، این نشون دهنده این هستش که از چرخه
در واقع ابراز نظر و ابراز عقیده خارج شدید، یا حالا نمیخواد خودش نظر بده یا مجبور هستش که نظر بده، ولی به هر حال نظر دادن در مورد مهمترین اتفاقایی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده در ایران از یک کسی که میتونه مدعی رهبری سیاسی داشته باشه انتظار خیلی زیادی نیست، و با وجود این سکوت به نظر میاد که ایشون دیگه نمیتونن حتی به عنوان یک فرد سیاسی شناخته بشن، چه برسه به اینکه رهبر یک جریان باشن. بذارید نظر آقای جوادی حصار رو بشنویم. آقای جوادی حصار، این در لفافه گویی آقای خاتمی الان 20 چند ساله که بوده، در دوران ریاست جمهوریش هم بوده، خیلی مواظب هست، خیلی در لفافه صحبت میکنه، همین انتقادی که شنیدید خانم گلرو دارن خیلی های دیگه هم مطرح میکنه، چرا آقای خاتمی رک و پوسکنده حرف نمیزنه؟ الان دیگه خود آقای خامنه ای هم در مورد خیلی از این چیزها خیلی رک صحبت میکنه. به نام خدا، من هم خدمت شما و میهمانان عزیز و ارجمندتون سلام عرض میکنم و شب ضربت خوردن مولای متقیان رو به همه شیعیان جهان و مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت میگم. آقای خامنه ای با آقای خاتمی در دو موقعیت متفاوت هست. آقای خاتمی در موضع اتهام از سوی مخالفین هست که عده‌ای حتی در پی این بودن که ایشان را هم مثل میرحسین موسوی و آقای کروبی باید حذف کرد، و اگر که الان داره حرف میزنه از نگاه اونها تازه خیلی بهش لطف شده. بنابراین شرایطشون یکسان نیست. آقای خامنه ای در قدرت فائقه کشور جای داره و مرکز توجه. آقای خاتمی میترسه از حصر خانگی، از زندان، از چیزی میترسه؟ نه، باید ببینیم که در چه جایگاهی مؤثرترن. آقای خاتمی اگر در حصر بود، از نگاه اون کسانی که به ایشان گرایش دارن، اگر در حصر بود میتوانست با یک تکرار میکنم مثلا یه پیروزی بیافریند. آقای خاتمی اگر در حصر می بود میتوانست پاره ای از اتفاقات رو رقم بزنه یا مانع بشه. به هر جهت یه تحلیل، یه عده میگن نه آقای خاتمی اگر قرار از 100 باشه 50 چه ولی بیرون باشه، ولی بتونید ما بهش دسترسی داشته. 50 بود به نظر شما این سخنرانی چه نمره‌ای به این سخنرانی میدید شما؟ من به سخنرانی آقای خاتمی نمره مثبت میدم در مجموع، اما ایراداتی که دوستان ما دارن به آقای خاتمی من هم یه بخشایش رو دارم. یعنی میتونست این صحبت مثلا به تاریخ صدر اسلام نپردازه، به مسائل رمضان نه، ولی باید یادمون باشه که ایشون یه چهره مذهبی است، یک روحانی است و یک فردی است، یه عالمزاده است که خودش جز علما حساب میشه. الان نمیتونیم بگیم که ماه رمضان باشد و ایشون در ماه رمضان سخن بگه و در ماه رمضان و فواید رمضان حرف نزنه. یا مثلا حالا طولانی بودنش کم بودنش اینا رو من قبول میکنم، یه بحثی میتونست راجع به جزئیاتش حالا بیشتر صحبت میکنیم. بذارید آقای آهنگری هم نظرشون، آقای آهنگری شما هم سخنرانی دیدین، نظر شما چیه در موردش؟ بله، ضمن عرض سلام خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان و شنوندگان عزیز، ببینید آقای خاتمی از همون روز اول شاخصه های خیلی به حساب واضحی داشت. گفت درمانی یکی از ویژگی های آقای خاتمی و ایشون در طول تمام این سالهایی که وجود داشته در واقع بیشتر گفتار درمانی کردن، وگرنه اگر به قسمی که یاد کردن در این سخنرانی که به خدا قسم خوردن که نظری به قدرت ندارن و هر کی از با سیاست رو بدونه میدونه که قدرت با سیاست تنیده است یا در سیاست تنیده است، بر کسی که براءت میکنه خودش رو یا خودش رو مبرا میدونه از قدرت، یعنی من سیاسی نیستم، در نمیشه قدرت و سیاست جدا داره. این ویدیو یا این سخنرانی در واقع برای حفظ نظام بود، گفتار درمانی بود، براءت از اصلاح طلبی هم بود. من باید اینو به تأکید بگم که ایشون در آخر سخنرانی خودشون براءت از اصلاح طلبی کردن، چون ایشون در اونجا با نقلی که از اصلاح طلبان میکنه به خطاب به اونا میگه شماهای اصلاح طلب چه برنامه و طرحی برای حل مشکلات دارین غیر از نگاه به قدرتتون. یعنی ایشون خودشون رو مبرا میدونه از اصلاح طلبان، پس اگر اصلاح طلبان حکومتی باز ایشون رو رهبر خودشون یا جزء حلقه خودشون میدونه، دیگه سخن ایشون به صراحت در واقع خارج از گودیز به نام اصلاح طلبی. از سوی دیگر من فکر میکنم
حالا این برداشت شخصی بنده است. ایشون از موضع ضعف و عجز و ناتوانی صحبت کردن. من بخشن نظر خانم گلبو قبول دارم، ولی این قسمتش که سیاسی نبود نه، اتفاقا ایشون در قسمت اول سخنرانیشون که همش تفسیر مذهبی و ربط به 1400 سال قبل داره، استفاده سیاسی در رابطه با وضعیت امروز میکنه. اتفاقا در اون قسمت مذهبی خریدار داره آقای آهنگری این روزها، برای اینکه شما با یک جامعه طرف هستید که به هر حال خیلی فرق کرده با جامعه 21-22 سال پیش که آقای خاتمی میومد و این سخنرانی ها رو میکرد، در دل اونها حرفاش رو میگنجون و خیلی ها ممکن بود برن دنبالش و در بیارن. الان مردم عادت کردن به رگویی، به فضای اجتماعی، فضای در واقع مجازی که خیلی راحت خیلی حرفا توش عنوان میشه. آیا این جور که بگردیم دنبال نشانه ها جوابگوست برای نسل امروز؟ بله، خانم گردو فرمودن که ایشون دیگه رهبر اصلاحات نیست و زیاد اهمیت نداره. من این نکته رو قبول دارم، ولی ببینید ما اینجا به نظر من، البته ما اینجا باید اصلاح طلبان رو در مقابل اصولگرایان تعریف بکنیم. یعنی در واقع اصلاح طلبان هنوز برای اصولگرایان اهمیت دارن یا مورد توجه هستن، وگرنه ما هم میدونیم دیگه آقای خاتمی یا گفتمان اصلاح طلبی کاملا شکست خورده و برای مردم اصلا دردی رو از دردهای مردم دوام نمی کنه. خب تا جایی تا زمانی که اصولگرایان قدرت رو در ایران در دست دارن، حالا بگیم در واقع بخش عمده ای از قدرت در دست اونهاست، خب این معنا پیدا میکنه. اگر اونها هنوز از آقای خاتمی نگرانی دارن، هنوز تصویر او رو نمیذارن پخش بشه، هنوز صحبتهای او رو به نوعی سانسور میکنن، هنوز نگرانش هستن و این معنا داره نیست؟ دقیقاً میخواستم اینو عرض بکنم که اصول اصلاح طلبان برای اصولگرایان معنا دارن، مهم هستن، جایگاه دارن، یا به هر حال براشون مهمه، ولی در واقع آقای خاتمی گفتمان ایشون، راهکارهای ایشون، راهکارها و برنامه اصلاح طلبان برای مردم هیچ اهمیتی نداره و هیچ دردی هم دوا نمیکنه، چون ایشون در اوج قدرت کاری نتونستن بکنن. بذار ببینیم آقای جوادی اسحاق که هنوز باور دارن به اصلاح طلبی و به همین اصلاح طلبان هم، آقای خاتمی هم شنیدیم از صحبتاشون جواب بدن به این صحبت، میگن جایگاهی ندارن بین مردم. من صدای شما خیلی خوب نمیشنوم خانم قاضی‌زاده. عرض کنم که آقای آهنگری الان صدای من رو خوب دارید؟ بهتر. آقای آهنگری میفرمایند که اصلاح طلبان برای اصولگرایان اهمیت دارن، نه برای مردم که از جفت اینها به نوعی دلخورند و دیگه براشون اهمیتی نداره. بله، خب این بخشی از یک گزاره است، نه همه اون. ببینید اصلاح طلبان اتفاقا در طی سالهای متمادی گذشته برای تمام اضلاع سیاسی مرتبط با حاکمیت جمهوری اسلامی، چه منتقدین، چه مخالفین، چه معارضین و براندازان، یک مجموعه کاملا جدی و تاثیرگذار بودن. به این دلیل که در یک مقطع زمانی تنها مانع و سد در برابر همه اینها اصلاح طلبان تلقی می‌شدن، و همین دلیل همه‌شون علیه اصلاح طلبان شروع کرده بودن حمله. یعنی از اپوزیسیون خارج کشور شما بگیرید تا براندازهای پیرامونی خودمون، تا جنگ طلبها، تجزیه طلبها، همه مانع اصلی رو اصلاح طلبان تلقی می‌کردن و می‌گفتن اینا هم که نمی‌ذارن حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه. بنابراین اصولگراها از یه طرف اینا رو آلترناتیو قدرت می‌دونستن که اگر میدان پیدا بکنن عرصه سیاسی رو از دست اونها می‌گیرن. بیرونی ها هم اینا رو مانع و رادع حضور خودشون میدونستن، چون میدونستن با حضور اصلاح طلبان حرفای اونا خیلی رنگ نداره، هنوز میتونست حرفای اصلاح طلبان توی متن جامعه رونق داشته باشه و جذابیت داشته باشه. متاسفانه آلودگی که بخشایی از اصلاح طلبان در قدرت پیدا کردن و این تئوری که اگر ما در قدرت نباشیم نمیتوانیم مؤثر عمل کنیم و نمیتوانیم اصلاحات رو به معنای واقعی کلمه محقق کنیم، شرایطی رو فراهم کرده بود که توی جامعه این ذهنیت ترویج بشه و جا بیفته که اصولگرایان و اصلاح طلبان دو روی یک سکه هستن و اینها مانع تحقق مطالبات ملی و مردمی هستن. این آسیب پذیر کرده بود در این اواخر اصلاح طلبان رو
و به نظر من آسیب جدی هم بود که باید بهش بپردازن و از این آفت دوری بجویان حتما. خانم گلو، نظرتون راجع به صحبت آقایون میخوام بدونم و اینکه آیا فکر میکنید که اگر آقای خاتمی رو در واقع فکر میکنید که دیگه رهبر اصلاح طلبان نمیتونه باشه، آیا به اصلاح طلبی به اون شیوهی که به عنوان اصلاح طلبی میشناسیم شما هنوز باور دارید یا فکر میکنید اون هم دیگه محلی از اعراب نداره؟ خب من مشخصا هیچ وقت از نزدیکان به اصلاح طلبی محسوب نمی شدم. به عنوان فعال دانشجویی یا فعال زنان همیشه مطالباتی داشتیم. از آقای کروبی می تونستیم مطالبه داشته باشیم یا از آقای روحانی. به هر حال این مطالبه محوری خاصیت اصلاح طلبیه. نکته ای که به نظر من مهمه اینه که من فکر می کنم ما باید متاسف باشیم که اصلاح طلبی به بنبست خورده، چون اساسا اصلاح طلبی هم کم هزینه ترین راه برای تغییر، هم برای حکومت هم برای مردم، و همین اصلاح طلبی میتونه مردم رو امیدوار نگه داره به اینکه تغییراتی ممکنه که ایجاد بشه. هر باری که انتخابات تو ایران شده، عده زیادی از مردم برشور بودن، امیدوار بودن، تلاش کردن برای اینکه تغییراتی رو ایجاد بکنن. اما امروز چی میشه که اصلاح طلبی به اون معنی که از 76 شکل گرفته در ایران به بنبست میخوره؟ چرا به بنبست میخوره؟ اشتباه اصلاح طلباست، اشتباه اصولگراهاست یا مجموعه ای؟ ببینید من اصلا در مورد اینکه اصولگراها چه اشتباهاتی کردن نمیخوام حرف بزنم، به خاطر اینکه اساسا جمهوری اسلامی رو پر از اشتباه و خطا میدونم. اما اینکه اصلاحات که سال 76 اون همه امید و انرژی در موردش وجود داشت و خیلی ها فکر میکردن که میتونه ایران رو یک تغییرات جدی درش ایجاد بکنه، چطور شده که امروز به اینجا رسیده؟ من فکر میکنم انتخابات اسفند 98 در واقع میخ آخر تابوت اصلاحات بود. اصلاحاتی که تنها ابزاری که این سالها براش مونده بود صندوق بود، و وقتی صندوق رای از معنا تهی شد دیگه هیچ ابزاری نداشتن. یک جریان سیاسی که فقط از تک ابزار استفاده میکنه، وقتی اون ابزار رو ازش بگیرن دیگه دستش خالی میشه. اوایل دوره اصلاحات خب جنبش دانشجویی حمایت میکرد، جنبش زنان حمایت میکرد، جنبش های کارگری ابزار ازش حمایت کی ازشون گرفت؟ خودشون استفاده نکردن یا فشار حکومت باعث شد که این ابزارها رو یک به یک از دست بدن؟ خیلی سوال خوبیه. من فکر میکنم یک جاهای خود اصلاح طلب ها به خاطر اینکه نگاه به قدرت داشتن و اصلاح طلبی رو، خب اساسا دو نوع شیوه اصلاح طلبی داریم، قدرت محور و جامعه محور. این که اصلاح طلبی اگر جامعه محور بود خیلی بیشتر حمایت میتونست از طرف جامعه داشته باشه و میتونست این جریان ادامه پیدا کنه. اصلاحات چیزی نیست که در بقیه کشورهایی هم که اصلاح شدن یک مسیر دفعتی و کوتاه مدت باشه. اما اینکه جامعه رو همراه خودشون نگه دارن خیلی مهمه. دستاوردهای هر چقدر کوچیک در طی این 20 چند سال میتونست جامعه رو همراه نگه داره، اما در طی این 20 چند سال چه دستاوردی داشته اصلاحات؟ هیچ دستاوردی نداشته به جز اینکه در موقع انتخابات از تک ابزارشون بخوان استفاده کنن. در سالهای اول اصلاحات خب بالاخره جنبش دانشجویی خیلی قدرت گرفته بود، جنبش زنان خیلی مطالبات میتونست مطرح کنه، هیچ مطالبه‌ای برطرف نشد اساسا. مثلا ببینیم آقای آهنگری از نگاه یک آدم بیرونی چه انتقادی دارن به این قضیه، بفرمایید. بله ببینید آقای خاتمی، من حرفای ایشون رو مبنا قرار میدم. به نوعی داشت با شعور مردم بازی میکرد. واقعا شما در نظر بگیرید در رابطه با آلمان ایشون خبر داره که دولت آلمان به هر ضررمند این بحران کرونا 3000 یورو داده، ولی هنوز دقیق براش معلوم نبود که دولت ایران اون 50 یورو یا 1,000,000 تومان رو بالاخره داده یا نداده. قرار بدن نمیدونم دادن یا ندادن، ایشون اینجوری میگه. این بازی با شعور مردم، کسی که از آلمان خبر داشته باشه ولی از همسایه کوچه و بازار شهر خودش خبر نداشته باشه که مردمش چگونه زندگی میکنن. این یک. دو، مشکل اصلاح طلبان اینه که هیچ مبنایی ندارن. ببینید اصولگراها مبنا دارن، مبنای ضد بشری دارن، مبنای ضد دموکراسی هستن، ضد حقوق بشر هستن، منشور حقوق هستن، ضد سکولاریسم هستن، ضد آزادی هستن، ضد آزادی تعصب هستن. این مبناهای سیاه مبنا هستن برای اصولگرایان. اینا تعریف شده هستن و بر اساس دارن از این مبانی خودشون دارن دفاع میکنن، میکشن برای این مبانی. ولی اصولگرایی که اصلا پشت و رو نداره، اتفاقا اینجایی که این دوست اصلاح طلبون میفرمایند که مگه یعنی اینو ایراد میگیرن که چرا اصلاح طلب و اصولگرا رو روی یک سکه میدونیم، به این دلیل که وقتی که مواردی پیش میاد، وقتی که ایران خاورمیانه رو جهنم میکنه و صدها هزار کودک و زن و مرد در خاورمیانه به خاطر وجود جمهوری اسلامی و سپاه قدس کشته میشن، اصولگرا و
اصلاح طلب اینجا دو روی یه سکه میشن و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. وقتی که شما در رابطه متوجهم آقای آهنگری، فقط یه مسئله رو میخوام اینجا بحثش رو مطرح بکنیم. برای خیلی ها وقتی که شما وقتی میگید که باید تغییر صورت بگیره، مسئله اینه که راه این تغییر چیه؟ اصلاح طلبا میگن راهش اینه که آرام آرام حالا از طریق اصلاحات در حکومت، از طریق اصلاحات در جامعه پیش بریم به یه جایی برسیم. دفعتی اگه قرار باشه تغییری ایجاد بشه، اونها میگن نگرانیم و این راهش نیست. خیلی از مردم هم ممکنه همین فکر رو بکنن، بگن هزینه هاش بالاست و ما نمیتونیم باهاش همراه بشیم. بسیار نکته مهمیه. بنده عرض نمی کنم که یک دفعه چرا انقلاب نشونده. بنده عرض می کنم اگر اصلاح طلبی باید یک سری مبانی داشته باشی. شما یا به آزادی تحصب معتقد هستی یا نیست. نمیشه در کلام معتقد باشی، نمیشه قبل از انتخابات از آزادی زندانی سیاسی بگی ولی در دوران حکومت قطعه‌های سنگینی رخ بده و سکوت هم بکنی یا در دوران مثلا ریاست جمهوری بیشترین اعدام رخ بده. این نمیشه. میگم شما اصلاح طلب بمون ولی مبنات مشخص کن. مبنات آزادی هست یا نیست، دموکراسی هست یا نیست. بذارید آقای جوادی اسار جواب بده. آقای جوادی اسار، میگن اصلاح طلبا مبنا ندارن. این بی‌مبناترین حرفیه که در مورد اصلاح طلبا میتونیم بشنویم. به نظر من این حرف ناشی از عدم اطلاع یا یک نوعی از عناد با اصلاح طلبی است. اتفاقا اصلاح طلبان خیلی هم مبنا دارن، مبناهاشون هم روشنه و بیشترین مخالفت در این 20 سال گذشته، 25 سال گذشته با مبانی اصلاح طلبی صورت گرفته. مبانی اصلاح طلبی گردش آزاد اطلاعات بوده. در دوره آقای خاتمی آمدن و اون خودتون در رابطه با مخالفین تعریف بکنید. چرا خودتون در مقابل اصولگرا تعریف میکنید الان؟ شما الان بفرمایید. نه اجازه بدید یه سوال دارم. بفرم. شما الان باید موضوعتون اجازه ببخشید آقای جوادی اسار، اجازه بدید چون به بحث کمک میکنه آقای آهنگری. کوتاه بفرمایید آقای آهنگری. یک سوال آقای، این اصلاح طلبان باید موضوعشون رو دقیق مشخص بکنن که آیا احزاب سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی حق حضور آزادانه و قانونی رو در ایران دارن یا نه. این یعنی مبنا، نه اینکه شما در رابطه با اصولگرا چی میگید. بذارید آقای جوادی اسار پاسخ بدم. بفرمایید. اصلاح طلبان نظراتشون رو در این موارد کاملا شفاف گفتن، مکتوب و منطوقشون وجود داره. بله، ما معتقده، یعنی اصلاح طلبان معتقده در حوزه نظر و اعلام نظر، در عمل حالی اختلافاتی ما باشون داریم در جاهایی، ولی مبانی اصلاح طلبی گردش آزاد اطلاعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اقوام مختلف، اینا حداقلش خانم گلرو شاهدن که ما در ستادهای انتخاباتی آقای کروبی در موضوع اقوام بیشترین اتهامات رو تحمل میکردیم برای که معتقد بودیم به گردش آزاد اطلاعات و گردش آزاد اندیشه در میان اقوام مختلف و میگفتیم همه اقوام ایرانی برابرن و باید با کارت ملیشون بتوانن از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشن. این که حالا چه موانعی سر این راه قرار گرفته، این است که من به شما عرض کردم. شما دیگه میگید که آقای خاتمی اومده از آزادی حرف زده، قتل‌های زنجیری در دوره ایشون اتفاق افتاد. مگر آقای خاتمی قتل زنجیری اتفاقا آقای خاتمی اون قده سرطانی قتل‌های زنجیری رو از متن وزارت اطلاعات کشید بیرون بعد باش برخورد کرد. اگه تو هر دولت دیگه بودی اتفاق نمیتونستی افتاد. آقای جوادی اسار، چون وقت کم، من میخوام یه سوال به طور مشخص از شما بپرسم. به نظر شما اصلاح طلبی در ایران به پایان خط رسیده؟ اصلاح طلبی آسیب های جدی دیده، اما نوع اصلاح طلبی معطوف به قدرت، جریان اصلاح طلبی معادل است با اندیشه ورزی و نقادی. به نظر من هر حاکمیتی در جمهوری در ایران وجود داشته باشه، چه جمهوری اسلامی چه پادشاهی، چه جریان هایی باید وجود داشته باشن که مبتنی بر خرد ورزی و اندیشه ورزی نقد شرایط موجود رو بکنن و در شرایط کنونی خب اینو هر کسی از بیرون میتونه بکنه. من میتونم اینجا بشینم و این کار بکنم. چرا باید یه شمار اسم اصلاح طلب رو بزنم؟ خب میتونید، شما میتونید اصلاح طلب باشین و اینا که بیرون کشورن همشون ضد انقلاب هم، خیلیشون هم اصلاح طلب هم. نه، عرض میکنم من... که چرا باید یه اسم اصلاح طلبی رو کسی بخواد داشته باشه؟ اگر بخواد کسی نقد بکنه یک حکومتی رو، هر جایگاهی میتونه. ببینید اینا میخوان وضع موجود اصلاح کنن، نمیخوان به هم بریزن. خب از بیرون میخوان... چطور میتونن اصلاح کنن آقای جوادی اسار؟ ها، تفاوت اینجاست. الان اتفاقا تعریضی که آقای خاتمی اون توی این صحبت کرد، زد به بخشایی از اصلاح طلبان، گفت شماهایی که میگویید ما باید جامعه محور باشیم، ها
خب چرا هیچ کاری نمی‌کنید الان جامعه گرفتار کرونا است؟ چرا نمی‌رید؟ دقیقاً منظورش کدوم بخش از اصلاح طلبان بود آقای جوادی سا؟ اون بخشایی که میگوین ما باید بیرون قدرت باشیم. آها. نه اونایی که میگن توی قدرت باید باشیم و توی قدرتن الان. بله، اونایی که میگن ما باید از قدرت بیایم بیرون، از بیرون قدرت با قدرت تعامل داشته باشیم. شما تا هر زمانی که از بیرون قدرت فقط با قدرت بخواید نصیحت بکنید، در درون قدرت نباشید، این یه تئوری است که نمیتوانید به اندازه کافی اثر بذارید. پس بذارید خانم گلرو هم میخوان صحبت کنم، وقت کمه. خانم گلرو بفرمایید. من میخوام بگم که قدرت در درون قدرت هم بودن اصلاح طلبا، از رأی 20 و چند میلیونی که آقای خاتمی آورد تا همین الان که آقای روحانی در انتخابات 96 چنین رأی آورد، از مجلسی که اخیراً بود، همین مجلسی که اصلاح طلبی بود لباس سپاه پوشید که یک نیروی تروریستی هستش و وارد مجلس شد. یه حداقلی من میگم که اگر که برای چی این شکل جنبش اصلاح طلبی اساسا دیگه توی ایران وجود نداره از طرف همین کسایی که 22 ساله که مدعی این هستن که اصلاح طلب هستن، چون یک پله حرکت نشده. مسیر اصلاحات خیلی کنده، خیلی آرومه، درست میپذیریم. خب پس شما هم حرف مخالفان حکومت رو قبول دارین که اصلاح طلب به پایان خط رسیدن، دیگه راهش اصلاحات نیست، باید براندازی صورت بگیره. ببینید دیگه این مسیر اصلاح طلبی، حداقل این مسیری که تا امروز بوده، دیگه امکان جواب دادن نداره، به خاطر اینکه حتی یک قدم به پیش نرفتیم. بله آقای حسار درست میفرمایند، ما توی ستاد آقای کروبی از درویش گنابادی داشتیم، از خیلی از گروه‌هایی که طرد شده جمهوری اسلامی بودن میومدن و وجود داشتن و شعارها داده میشد. من نمیدونم که بعدش اگه آقای کروبی رئیس جمهور میشد چه اتفاقی میافتاد، اما میدونم که خود روحانی گفت وزیر زن خواهیم داشت و من بودم و قولش رو داد، اما در نهایت ما وزیر زن نداشتیم. اصلا اون بحث حقوق شهروندی زمان... خیلی به حاشیه رفته در دوره که در موقع بره. زمان انتخابات میان و خیلی حرفای تندی میزنن که آقای خامنه‌ای خیلی وقت کمه، من میخوام 30-40 ثانیه هم وقت بدم به آقای آهنگری برای جمع‌بندی بحث. آقای آهنگری شما بفرمایید، خیلی کوتاه اگه ممکن. ببینید وقتی که یک سوالی که شما از آقای جوادی حساب کردین خیلی مهمه که چرا اینجوریه. پس ببینید وقتی که آقای خاتمی خیلی راحت میان میگن که این کرونا همبسته، یعنی باید یک فاکتور مرگزا بیاد مردم رو همبسته بکنه، نه سیستم سیاسی، قابل از این هستن که این قانون اساسی است که این گسل‌ها رو درست کرده، نه فقط یک جریان سیاسی. یعنی این قانون اساسی به شیوه پیریزی شده از 41 سال 40 سال قبل که اساسا این گسل‌ها و شکاف‌ها رو درست میکنه. به خاطر همین هم امکان نداره در زیر سایه این قانون اساسی بتوان این همبستگی که آقای خاتمی مد نظرشون هست رو اجرا بکرد، از اجرا کرد. از طرف دیگه وقتی که آقای خاتمی میاد آقای روحانی که با شعار اصلا چرا زندانی سیاسی باید داشته باشیم حمایت میکنه، اما الان در اواخر دوره آقای روحانی میاد تقاضا میکنه که زندانی سیاسی رو آزاد بکنیم به خاطر کرونا. درست. این به نظر من درویی است. متشکرم آقای آهنگری. متاسفانه به آزادی بیان باشه، نباید با شعور مردم اینجوری به حساب بازی. خیلی حیف شد وقت ما تموم شد، این بحث جالبی است، امیدوارم ادامه داشته باشه در آینده. آقای آهنگری، آقای جوادی اتار، خانم گلرو، ممنونم و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. شب روزتون خوش.